هرکس مرابالار، سلام به همه، امیدوارم حال همیتون خوب باشه. خوش اومدید به جلسه 55 از آموزش کتاب استانبول A2. در خدمتتون هستیم با آخرین گرامر سطح A2، گرامر ایپ اپ 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 و همچنین گرامر مدن مادان. خب این گرامر ایپ اپ اپ و اپ چیه؟ خیلی راحته. این ایپ اوپ 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 شما به شکل ییپ یپ یوپ و یوپ هم، یعنی با یه میانجی هم، شما اینا رو میبینید. اما چیه؟ ببینید، در ترکی اگر بخواین چند تا فعل و پشت سر هم بگید، یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواییم بگیم که آقا من صبح از خواب بیدار میشم و دست و صورتم رو میشورم و صبحونه میخورم و آماده میشم و وسایلم رو جمع میکنم و از خونه خارج میشم. ببینید 6 تا فعل رو پشت سر هم من چیدم با مو در فارسی، اینا رو کنار هم گفتم. بیدار میشم و صبحونه میخورم و دیدیم؟ همین موی فارسی در ترکی میشه ایپ اپ اپ اپ. اگر من بخوام چند تا فعل رو پشت سر هم قرار بدم، از این پسوند ایپ اپ 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 استفاده میکنم. مثالا رو با هم ببینیم. خب مثلا همین فعل اویانماک، بیدار شدن، کاهوالتی یاپماک، کاهوالتی یاپماک یعنی صبحانه خوردن، هازرلانماک یعنی آماده شدن، و اودن چیکماک از خانه خارج شدن. الان من میخوام بگم من در ساعت 7 بیدار میشم و صبحونه میخورم و آماده میشم و از خونه خارج میشم. دقت کنید که از خونه خارج میشم یا اودن چیکماک صرف میکنیم، چون میگم از خونه خارج میشم دیگه نمیگم که از خونه خارج میشم و. چون اگه اون مو رو من استفاده کنم باید یه فعل دیگه بیارم، در حالی که این اودن چیکماک آخرین فعلمه و نمیخواد دیگه چیزی بیارم، همون حالت عادی صرفش میکنم. پس میشه بن هر صباح سات یدیده اویانب اویانماک ماکش میره، اویان میمونه، اپ میگیره با ترجمه به آ. اویانب کهوالتی یپب هزرلنب evden çıkıyorum. Ya evden mesela saat, hala mesela 8'de çıkıyorum. Hala bıkayım. İttilatı ezafe hem bedin. Dakikan mümkün azın istifade kani. Ya mesela اینطوری هم مثلا مثال بزنید. من هر گون، یا حالت بابام بزنید. چرا میگم بابام بنویسید؟ چون که این پسوندهای ایپ اپ 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 برای ضمیر خاصی نیستن، برای همه ضمایر شما میتونید از این ایپ اپ اپ استفاده کنید. یعنی مثلا برای بن ایپ اپ اپ باشه، برای سن یه چیز دیگه باشه، نداریم. خوشبختانه برای همه ضمایر این ثابته. بابام هر گون İşten saat mesela 17'de çıkıp yolda sarıra eve alışveriş yapıp sonra
eve geliyor. خب یه برنامه‌ای که پدرش هر روز ساعت مثلا 17 5 بعد از ظهر از کار خارج میشه و سر راهش خرید میکنه و به خونه برمیگرده. یا مثلا حالا اینو میتونید منفی هم استفاده کنید. اگه منفی استفاده کنید باید پسوند میپ یا مایپ بذارید آخر ریشه فعل. اون یدیده چکب ایشتن چکب ایشتن ساعت 17 چکب yolda eve alışveriş yapmayıp yani سر راهش به خونه خرید نمیکنه و میاد. یعنی خرید نمیکنه و میاد. یا مثلا تو مثال بالا اینجا میتونید بگین که من هر صبح ساعت 7'de uyanıp kahvaltı yapmayıp خب همه صبحونه نمیخورن که kahvaltı yapmayıp hazırlanıp evden چکیارم. صبحونه نخورده و از در واقع آماده میشم و از خونه خارج میشم. یعنی یه کاری رو نمی کنی. پس اگر یه کاری رو بکنید میگید ایپ اپ اپ اپ، یه کاری رو نکنید میگید مایپ استفاده میکنید. من یه بار توضیح کلیم بگم بریم سراغ گرامر بعدی. پس شما کی از این گرامر استفاده میکنی؟ زمانی از این گرامر استفاده میکنی که بخوای فعل ها رو به شکل زنجیروار پشت سر هم بگی، مثل اون چیزای حلقه های زنجیر به هم فعل ها رو بچسبونی. اگر بخوای اینطوری فعل ها رو کنار هم بگی باید از این پسوند های ایپ اپ 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 یا یپ 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 یا میپ میپ استفاده بکنی. پس حواستون یا حواست به این باشه. اما یه پسوند دیگه هم داریم، بریم صفحه بعد. پسوند میدان و مادان هست. در فارسی اینو من بدونه معنی میکنم، بدونه. به عنوان مثال میگم که من بدون کفش در آوردن، یعنی بدون اینکه کفشامو در بیارم وارد خونه میشم، یعنی کفشامو در نمیارم و وارد خونه میشم. من آیاکابلارمی کفشامو چیکارماک در آوردن میشه؟ چیکارمادان آیاکابلارمی چیکارمادان چیکار میکنم؟ eve giriyorum. وارد خانه میشم. ayakkabılarımı çıkarmadan eve giriyorum. یا مثلا میگم که من بدون فکر کردن حرف نمیزنم. خب düşünmek میشه فکر کردن. بدون فکر کردن میشه چی؟ düşün آخرش میدن میگیره. میشه بدون فکر کردن. پس بگم من بدون فکر کردن میشه من düşünmeden حرف نمیزنم، konuşmuyorum. پس اگر بخواین برای فعل هاتون معنی بدونه بدید، از میدن و مادان آخر در واقع ریشه فعلاتون استفاده میکنید. اینم از این گرامر خیلی ساده ولی کاربردی. فقط یه نکته هم باز بهتون بگم، بعضی جاها پسوند میپ و مایپ که من بالا خدمتتون درس دادم با میدن و مادان یکیه. یعنی شما هم میتونید میپ مایپ استفاده کنید بعضی جاها، هم میتونید میدن مادان استفاده کنید. اما بعضی جاها هم چیه؟ اینا معنیاشون متفاوته. اونجایی که ببینید یه فرقی هم اینا دارن. من یه مثال میزنم خدمتتون، اینجا خدمتتون توضیح میدم فرقشون چیه. ببینید شما ساعت مثلا 12 شب میخوابید، گوشیتون رو کوک میکنید ساعت 7 صبح
زنگ بزنه شما بیدار شید. اوکی؟ پس 12 شب میخوابید، برای 7 گوشیتون رو کوک میکنید، تنظیم میکنید. الان شما مثلا میایین ساعت 6:50 شما بیدار میشین، یعنی اون ساعت هنوز 7 نشده که بزنه، زنگ بزنه. شما اینجا این جمله رو میگید: ساعت çalmadan uyandım. اینجا بدون استفاده میکنید، یعنی بدون اینکه ساعت زنگ بخوره یا ساعت زنگ نخورده، uyandım، بیدار شدم. یعنی این اتفاق زنگ خوردن نیفتاده که شما بیدار شدید. اما یه حالت دیگه هم بررسی میکنیم. شما ساعت 7:10 بیدار میشیم، ولی ساعتتون زنگ نخورده، حالا خاموش شده، گوشیتون خراب شده، هرچی، ولی اون زنگ نخورده، ساعت تایمش گذشته، 7:10 شما بیدار میشین. شما چه جمله ای میگید؟ شما جمله این جمله رو میگید، میگید ساعت çalmayıp uyandım، ساعت زنگ نخورده و بیدار شدم، یعنی اون عمل اتفاق نیفتاده، گذشته، بعد من بیدار شدم. پس فرق مدن مادان با میب مایب تو اینه، یعنی همیشه جمله تو ذهنتون باشه. یه کاری که اتفاق نمیفته بعد میره سراغ کار بعدی، این میشه میب مایب. ولی توی مدن مادان کار دومه اتفاق نمیفته، یعنی شما تو کار اول هستین ولی کار دوم اتفاق نمیفته، شما در واقع کار اول انجام میدید. اینجا دیگه مثال زدیم، ساعت çalmadan uyandım، یعنی قرار بود ساعت زنگ بزنه شما بیدار بشین دیگه، درسته؟ ولی این زنگ، این کار انجام نشده، شما رفتین سراغ کار بعدی، یعنی قبل اینکه انجام بشه رفتین شما سراغ کار بعدی. فرقشون اینه در واقع، و اینکه دقت کنید توی جملاتتون. اما مثلا حالا یه من جمله مثال زدم، ayakkabılarımı، ببینید این جمله، خودکارم عوض کنم، این جمله، تو این جمله من ayakkabılarımı çıkarmadan eve girdim، یعنی من بدون اینکه کفشامو در بیارم به خونه رفتم. شما خب اینجا میتونید میب هم بگید، حتی مایب میشه، چون چیکاره؟ مایب میشه. من ayakkabılarımı çıkarmayıp eve girdim، جفت شما کفشتون رو در نیاوردین، جفتش هم الان تو خونه هستین. پس اینجا هم یه جور شباهت معنایی داره. اینجا میگه بدون اینکه کفش در بیارم وارد خونه شدم، اینجا میگه کفشامو در نیاوردم و وارد خونه شدم. پس نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ایشون الان با کفش در خونه هستن. بعضی جاها معنی یکی میدم، ولی بعضی جاها که تو پایین خدمتتون مثال زدم، اینجاها هم معنیاشون متفاوته. ولی خب چطوری چیکار کنیم که اشتباه نکنیم؟ این کارو کنید که همیشه مدن مادان رو بدون معنی کنید، تو جملات بدون حتما باشه، و میب مایب هم منفی اون پسوند زنجیره‌ای در واقع یاد داشته باشید. به این شکل شما اشتباه نمی کنید. این بود از گرامر یا آخرین گرامر درس در واقع ششم از کتاب استانبول آ2. حتما این ویدیو رو لایک کنید، به دوستاتون اشتراک بذارید. اونا که میخوان ترکی یاد بگیرن، کلی ویدیو ضبط کردم، آموزش رایگان در اختیارتون بذارم و شما هم حتما حمایت کنید. من دوتا جمله توی اسلاید بعدی میذارم، حتما اونا رو هم ترجمه کنید و توی قسمت کامنت ها برام بنویسید، منم اونا رو اصلاح میکنم. تا جلسه آینده، تا دیدار دوباره، خوشحال و خوش میگذره.